با عرض سلام، حالت مفعول با واسطه در با اسم و ضمیر و کلمه ربطی کی ترکیب می‌یابد و با مفاهیم زیر به کار گرفته می‌شود. پسوند حالت‌های مفعول با واسطه در دا کلمه ربطی را می‌توان با اسم و یا با ضمیر شخصی ترکیب داد و به شکل مندکی یا علیدکی یا یاشارداکی با مفهوم آنچه که در پیش من هست و یا آنچه که در پیش یاشار هست به شکل کلمه انعکاسی، البته مثل کلمه انعکاسی، به کار گرفت و بدین سان به جای جمله طولانی از ترکیبی کوتاه جمله ناقص و یا شبه جمله استفاده کرد. مثال: پسوند حالت در دا و کلمه ربطی کی که در فارسی که می باشد به شکل زیر با ضمیر شخصی ترکیب می‌یابد و با مفاهیم یا مفهوم آنچه که در پیش من هست به کار گرفته می‌شود. البته این با اسم و ضمیر نیز ترکیب می‌یابد، مثل حسن دکی یا علی دکی و یا من دکی و یا سندکی به کار گرفته می‌شود. لطفاً به ترکیب حالت‌های تصریفی مختلف با ضمایر شخصی و اسم در جدول‌های زیر توجه کنید. از اینکه آخرین حرف کی حرف ای یعنی صدادار هست، در نتیجه در حالت‌های تصریفی یک حرف ان اضافه ان به خود می‌گیرد و به شکل زیر صرف می شود. در این جدول این شماره حالت‌های تصریفی است که در 6 حالت صرف شدند. این نام حالت‌های تصریفی در به زبان فارسی است و این خود ضمایر شخصی است که در اینجا حالت فاعلیت دارد و الی آخر صرف می شود. من الان می خونم: حالت فاعلیت مندکی، سندکی، اونداکی، بیزدکی، سیزدکی، اونلارداکی. حالت ب: مندکینه، سندکینه، اونداکینا، بیزدکینه، سیزدکینه، اونلارداکینا. حالت در: مندکینده. توجه شود که اینجا یک حرف اضافی ان به خود گرفته است. مندکینده، سندکینده، اونداکیندا، بیزدکینده، سیزدکینده، اونلارداکیندا. حالت از: مندکیندن، سندکیندن. توجه، این من و سن با حرف صدادار با آهنگ بالایی ساخته شده، در نتیجه حرف صدادار در ترکیب این کلمه با آهنگ بالایی است، ولی او با آهنگ پایینی است که در نتیجه این شده مندکیندن، این شده اونداکیندان. یعنی تمام حروف صدادار آن، حروف صدادار این با آهنگ بالایی است، در صورتی که اونداکیندان تمام حروف صدادار ترکیب یافته در این کلمه با آهنگ پایینی است. بیزدکیندن، سیزدکیندن، اونلارداکیندان. این هم همینطور، سیزدکیندن، اونلارداکیندان. حالت ملکی: مندکینین، سندکینین، اونداکینین، بیزدکینین، سیزدکینین، اونلارداکینین. توجه، ترکیب کلمات و پسوندهای مذکور به شکل من یا مندکی می باشند که عمل کردی همچون ضمایر انعکاسی دارند. مثال:
kimdeki, bizdeki, yani anse der pişe ma est, sizdeki, anse der pişe şuma est, neredeki, yani anse در کجا هست، در کدوم مکان هست، نه یردکی، بو یردکی، او یردکی. کلمات مذکور را میتوان با خط عربی در ترکیبات مختلف نوشت. مثال من ده چینین یا من ده چینین، سن ده چینین یا سن ده چینین، یعنی همه اینها می توانند درست خوانده و نوشته شوند، ولی با خط لاتین خیلی بهتر از این نوشته و خوانده می شود. پسوند ده همراه اسم به شرح زیر با کلمه ربطی کی ترکیب می یابد و به شکل حسندچی یا مندچی با مفهوم آنچه که در پیش حسن هست یا من هست به کار گرفته شده و در حالتهای تصریفی صرف می شود. مثال این جدولی هست که در سطر بالا حالتهای فاعلیت نوشته شده و در زیر به اصطلاح به حالتهای تصریفی به کار گرفته شده است. حالت فعالیت حسندکی، الدکی، جلدکی، چلدکی، رسولدکی، یلدکی. حالت به حسندکی نه، توجه شود که این به خود میگیرد چون آخرین حرف کی صدادار است. حسندکی نه، الدکی نه، گلدکی نه، کلدچنه، رسولدچنه، یولدچنه. حالت در حسندچنده، الدچنده، جلدچنده، کلدچنده، رسولدچنده، یولدچنده. حالت از حسندچندن، الدچندن، جلدچندن، کلدچندن، رسول داچندان، یول داچندان. حالت را حسن دچینی، ال دچینی، جل دچینی، کل دچینی، رسول داچنی، یول داچنی. حالت ملکی حسن دچینین، ال دچینین، جل دچینین، کل دچینین، رسول داچنین، یول داچنین. توجه شود که این کلمات با یک نوع نوشته می شود به خاطر خط عربی است. در لاتین خیلی بهتر اینا نوشته می شوند. توجه، کلمات جدول مذکور از سه بخش ترکیب می یابند. مثال یاشار دا چه، یاشار اسم است، دا حالت تصریفی و کی حرف که یا کی است که با هم ترکیب می‌یابند. حسن ده چی، حسن ده چی، اینطوری هم نوشته میشه، اینطوری هم نوشته میشه. لال ده چی. کلمات جدول مذکور همانند سوم شخص مفرد با پسوند صرفی دیر با مفهوم چه کسی یا چه چیزی مورد سوال جواب قرار میگیرن. مثال کیم ده چین ده دیر، حسن ده چین ده دیر، من ده چین ده دیر، سن ده چین ده دیر، نه ده چین ده دیر، اون ده چین ده دیر، بون ده چین ده دیر، نه یر ده چین ده دیر و غیره. اگر کلمات ترکیب یافته با اسم انسان آغاز شود با خط لاتین اولین حرف آنها درشت نوشته می شوند. مثال حسن ده چین ده، حسن ده چین ده، رسول ده چه،
علی ده چین ده چی. توجه، کی میتواند دو مرتبه تکرار شود و آن مفهوم کلمه را گسترده‌تر میکند. مثال، علی ده چین ده چی. تازه این هم میتونه پشت سر هم پسوند بیاد، علی ده چین ده چین ده. حالت مفهوم با واسطه با حروف اضافی از در زبان ترکی چخمادرومو و یا دندان حالی نامیده شده و با هماهنگی کوچک به کار گرفته می شوند. مثال، یک، کلماتی که آخرین حرف صدادارها با آهنگ پایینی می باشد. من کتاب اوندان آلرام. من کتاب اوندان آلرام. من کتاب را از او می گیرم یا می خرم. او برادان گدیر. او برادان گدیر. او از اینجا می رود. هوا سویگ دور اتاقدان اشیت خمک اولمور. کتابی یشاردان آلدم. او قراباغدان جلیر. سو داغدان جلیر. بو یارپاق او آغازداندر. توجه، اینجا یک دیر به کار رفته است، به شکل است هست، ولی اینجا دیم رفته است. این زمان گذشته است که بعدن به آنها هم نیز در رابطه با آنها توضیح داده می شود. منظور اینه که این دیر با دی یا دیم فرق می کند. قاپه تختاداندر و غیره. کلماتی که آخرین حرف صدادار آنها با آهنگ بالایی است. او اشیکدن جلیر. او از بیرون می آید. او سندن کسور. دن. او از تو قهر می کند. بو اشتن بیزت شرک چخماز. اشتن. سندن بیزه خیر گلمز. اونلار جزمکتن جلیرلر. سن بو کتابی کمدن آلدن؟ من بو کتابی حسندن آلدم. حالت با واسطه با حروف اضافی از دندان در جمله با مفهوم مختلف زیر به کار گرفته می شود. مثال، به شکل بیان اهلیت. او هاراتان جلیر. او از کجا می آید؟ او تبریزدن جلیر. او تبریزدن جلیر. او از تبریز می آید. او تهراندان در. او زنجاندان در. او آمریکادان جلیر. او آذربایجاندندر. او قراباغدان جلیر. او زنجاندان دیل و غیره. به شکل حالت از، او از کجا می آید؟ او اشتن جلیر. او از کار می آید. او ایدن چخته. او آلشوریشتن جلیر. او باغدان جلیر. او پلتوو بازاردان آلدی. او چلدن جلیر. او برادان جدی. به شکل حامی بودن، طرفدار، هواخواه بودن. او کیمدن دیر. او یعنی طرفدار کی هست؟ او بیزدن دیر. او از ماست، طرفدار ماست یا با ما است. او بیزدن دیل. او از ما نیست یا طرفدار ما نیست. او سولجولاردندر. او ساقجلاردندر. او هیچ کیمدن دیل. از چه موادی هست نیز بیان می شود. از چه چیزی ترکیب یافته است. او ایو ندندیر.
او ایو ندن دیل آن خانه از چه ساخته شده است؟ او ایو پالچکتاندر پالچکتاندر آن خانه از گل ساخته شده است. او ماشین دمیردن دیر آن ماشین از آهن ساخته شده است یا از آهن است. بو گاپه ندندیر بو گاپه دمیردن دیر بو گاپه تختاداندر تخته دندیر. در ترکی تخته نیز گفته میشه و تختا نیز گفته میشود. تختاداندر یا تخته دندیر هر دو را تلفظ میکنند و به کار میگیرند. به شکل تشبیهی و وصفی بو ایو اوندان اوجادر اوندان بو ایو اوندان اوجادر بو گل اوندان گوزلدیر بو گل اوندان گوزلدیر بو اوندان یخشیدر بو اوندان یخشیدر این از آن یکی بهتر است. بو آغاج او آغاجدان اوجاراکدر اوجاراکدر او ایو بو ایودن اوجادر اوجاراکدر اوجادر. در رابطه با حالت مفعول با واسطه از که ترکی دندان است به اشعار زیر توجه کنیم. دده گرگود آپول آپول یورشوندن اصلان چیبی دروشوندن یا دروشوندن یا دروشوندن. هنری اول اتادان مو گرر اورنر یوخسا اتالار اولدان مو اورنر. وهابزاده خبرمیز اولمور جلمیمیزدن اینانا بیلمیریک گتمیمیزدن. یورولدوک زمان زمان بو وروشتان بو گالدان امور بویو مجهولدان. علی واحد چخ ای گانیچن یرتجی چخ تورپاغمیزدن خائن گوزونو چک درمیزدن داغمیزدن. توجه با پسوندیدن می توان فعل را به فعل فعالیت صفتی تبدیل کرد. حالت مفعول بیواسطه را در زبان ترکی بلمه درومو و یا ای ای او حال نامیده شده و با هماهنگی بزرگ صرف می شود. یک کلمه که آخرین حرف صدادار آن با آهنگ بالایی باشد به شرح زیر در حالتهای تصریفی به کار گرفته می شود. مثل معنی، سعنی، بیزی، سیزی و غیره. او بیزی سویر. او ما را دوست دارد. بیز ارتوزو گرورک. ما گاورا می بینیم. من جلو دردم. من لالنی گردم. سن کتابی کیمه وردین؟ من کتابی حسنه وردیم. ب یا دو کلماتی که آخرین حرف صدادار آنها با آهنگ پایینی باشد به شرح زیر صرف می شوند. سن اونو گرورسن. تو او را می بینی. سن آغازی کسیرسن. تو درخت را می بری. من ده اونو گردم. سن رسولو گرمدین می؟ من یاشارو گردم. من کوزونو گودم. من سویو ایچدیم. من دوزو تکدم. در رابطه با بکارگیری حالت بیواسطه را که در ترکی ای، ای، ای و او حالی می باشد به اشعار زیر توجه کنید. فیزولی ای کنل عمرمو وردین یله آشیگلیگ ایله باخما هر قنس لب و گل روخه آه اتمداه. توجه شود که
داهه را داخی می نوشتند. بنی خزر مرمر دوارلارا چرپادی özünü, ölüm şovkəti ilə dedi sözünü. Zeynal Cəbbarzade. Qaranlığı çəkdin dara, şəfəq saçdın hər diyara, pənah oldun məzlumlara, gözəl azad vətənimiz. Təvəccüh, əgər axirin hərfi sədadar ismi sədadar başad, در حالت را یک حرف این به خود می گیرد. مثال گزونون النین ننانین و غیره. حالت اضافه ملکی. حالت اضافه ملکی پسوند این می باشد که وارلک درومو و یا با نام حروف اون حال نامیده می شود که حرف صداداران وابسته به آخرین حرف صدادار اسم و یا ضمیر می باشد که با هماهنگی بزرگ به شکل اون این اون صرف می شود. مثال سنین ایچی علم وار. سنین ایچی علم وار. تو دو دست داری. منیم بیر گتیم وار. منیم بیر گتیم وار. من یک بز دارم. سنین ده بیر ایتین وار. سنین ده بیر ایتین وار. تو هم یک سگ داری. اونون دا دمیه سوزو وار. اونون دا دمیه سوزو وار. او هم برای گفتن حرفی دارد. حرف دارد. منیم کتابم وار. منیم کتابم وار. من کتاب دارم. منیم بیر قزم وار. منیم بیر قزم وار. من یک دختر دارم یا من یک دختری دارم. اونون بیر گویونو وار. اونون بیر گویونو وار. او یک گوسفند دارد. سنین ده بیر گوزون وار. سنین ده بیر گوزون وار. تو هم یک بره دارید. سنین آدن یاشاردر. سنین آدن یاشاردر. اسم تو یاشار است. سنین ده کتابم وار. سنین ده کتابم وار. تو هم کتاب داری یا کتابی دارید. کلمه ای که آخرین حرف صداداران با آهنگ بالایی باشد به شکل زیر با پسوند ملکی صرف می شود. اوین قاپسی اکوزون برنوزو. بو ایو چیمیندیر. بو ایو سیزیندیر می؟ Bu çiçek, bu gülündür. Bu yemler, o öküzündür. Kelime-i ki ahirin harfi sedadaran با آهنگ پایینی باشد به شکل زیر به کار گرفته می شود. Oğlanın yoldaşı, kızın kardeşi, onun kardeşin, konağın peltovu, Qoçun burnuzudur, ağacın yarpağıdır, dağın başıdır. A kəlmə ki, axirin hərfi an sədadar başad, halət milki an yək hərfi in bə xud mi girəd və bə şəkli zir sərf mi şəvəd. Əlinin bir maşını var. Nənənin evi, dədənin qardaşı, ananın yoldaşı, Bacının oğlu, bibinin xalası, dayının da evi var. Der rabte با بکارگیری پسوند ملکی به اشعار زیر توجه کنید. خاقانی شروانی O kemal qaşının divanəsiyəm, hüsnünün odunun pervanəsiyəm. Məcid Səbbax İrani Zülm ile bizi ayrı salıblar elimizden, ayrı salalı hem elimizden hem dilimizden, ayrı salalı hem elimizden dilimizden. Vehhabzade, zamanın elinden ne gemler yedi, yine de dünyadan üzü dönmedi.